پایگاه کوهنوردی و سیاحی ارتوچ در شهری پنجکن در خود را باز کرد. بیش از 15 روز می شود که به این پایگاه سیاحان داخلی جمهوری تاجیکستان برای استراحت و سیاحت می آیند. قبول از درآمدگاه اساسی این پایگاه در شرایط پاندمی کووید 19 با رعایت قاعده های سانیتاری و گیگینی براه مانده شده است. مسئولین این مکان وقتی وارد شدن حرارت بدن هر یک استراحت کننده را سنجیده دستان را با مایع آنتیسپتیکی تازه می کنند. سپس اجازه وارد شدن به آنها داده می شود. پاندمیه و تاثیر آن در ساحه توریسم ولایت سوخت. در مثال موضع استراحتی ارتوچ که در شهر پنجکن جای گرفته است و از شهر خوجند 270 کیلومتر دورتر می باشد. ما می خواهیم که در این موضع استراحتی کرونا ویروس چگونه تاثیر خود را گذاشته است و در اینجا چگونه از این کووید 19 پیشگیری می نمایند. حالا در پایگاه کوهنوردی و سیاحی ارتوچ که بالاتر از دهه پنج رود است، همگی 55 نفر سیاحان داخل کشور استراحت دارند که این در مقایسه با سالهای قبلی خیلی نشاندادی پست است. از سیاحان خارجی کسی نیست. معلوم است که اگر خروج کووید 19 در جهان از ماه مارس باشد، آن ایام کسی از سیاحان به اینجا نآمده بود. پایگاه سیاحوی استراحتی ارتوچ سالهای اخیر از جانب سیاحان خارجی باعث توجه شده است. از روی تحلیل کارمندان این پایگاه دومی سال گذشته 2019 520 نفر سیاحان خارجی از دولت‌های ایتالیا، ایالات متحده آمریکا، ژاپنی، رومینیا، انگلیه، خطای، ترکیه و دیگر دولت‌ها آمده اینجا سیاحت و استراحت داشتند. اما امسال بنابر به پاندمی کووید 19 وضع اندستری سیاحی در تمام جهان حال انتظاری را دارد. با ما هم در جمهوری تاجیکستان همه شرکت های سیاحی که بودند با فعالیت خود باز موندند و طول چند ماه بود که ما کار نمی کردیم. کرونا ویروس به تمام خواجگی های خلق کشور از جمله به ساحه سیاحی نیز تاثیر گذاشته است. تا امروز شروع از آغاز سال 2000 یعنی دومی شش ماه اخیر به حدود ولایت سوخت سیاحان خارجی وارد نشدند، چون که سرحدها بنابر پهن شدن کرونا ویروس در تمام کشورهای روی عالم محکم است. از این رو بعد نسبتا پس شدن وضع اپیدمیولوژی در حدود جمهوری تاجیکستان ساکنان کشور در موضع های سیاحی داخل استراحت میکنند. Нет, мы приехали только сегодня, и нас сказали, здесь на ближайшее озеро, вот она нас сопровождает. Мы приехали в гости, просто очень хорошо, радушно нас приняли, и мы просто идем первый раз в этих местах. Я не знаю, восторгу нет предела. И совсем не жарко, вот мы идем, и такой ветерочек хороший, вот этой изнуряющей жары вообще нету. Мансур Пилотов, який з істерогат кунандагоні пойгоги кухнаварді аз, вай донішчю ми бошад. Аз ісобі пахн шудані беморі сіроєті донішкоху ба о істерогат дод. Чан муда дар хона нішаст. Баді істерогаті тулоні тасмім гріфт, амрухі падараш кухнаварді кунад. Ба пойгоги кухнаварді сайогі артуч омад. Ми гаят, вахму вухімеї коронавірус бо ісі дур шудані о аз шахр гардіда даст ба кухнавардію сайру тамошо зада аст. Мы хай инж меёрго гигиенаро рея мекнем. А инж чхелик деста инж бой бод хавой тоза хаст, мардум кам хаст. А хай бо дистанция ме масафаро рея мекнем ва ба гигиене шахс хот нигом мекнем. Мо неа дорем ки теле чорес, яне шеш се шамонорес дар инж саяхат кунем. Ва чхелик ба шома маалум аст, як рӯзе инж ҷой хуб си самон маян карда шуда аст. Ва мо неа дорем ки ба кӯлҳои калон کلی چکارا سیحان را میمون دام گریم. ویروسی کووید 19 زندگی آدمان را تغییر داد. پیش از همه آدمان دامی دو سه ماهی اخیر بیکار مانده خانه نشینی کردن. مثلا دوست مراد رحیموف که 15 سال اخیر رانندگی میکرد بنابر کووید 19 بیکار ماند و راننده پایگاه سیاحی است. اما سالا از روی نقشه سیاحان خارجی و داخل کشور را به موضع های تاریخی جمهوری تاجیکستان شروع از سوخت و حصار تا بدخشان و کشورهای همسایه میبرد. اما امروز وضع دیگرگون میباشد و این حالت به شرایط اقتصادی او تاثیر جدی گذاشته است. 100% مینوس و تاثیرش که 150% هم باشه عموما نیست برای کرونا ویروس کجا میبیاد از نمیدرد از انگلیه و فرانسه و گرمانی و امینا
اونا میامدن ایتالیا که این سال همه جا کرونویروس شد نمیبیان نیست بیرونا سال گذاشته روسیه میامدن الپینیست و همه دولت ها میامدن توریست این سال وابشه نامده از دولت های بیگونه برابری اویلی دوستمراد رحیموف کرونویروس با وضع مالیوی پایگاه سیاحی ارتش تأثیر رسانده است. ماموریت این درگاه میگویند که اگر دوام سالهای پیش در یک سال به حساب میانه 350 هزار سومانی به دست می آمد، امسال باشد از این مبلغ اثری نیست. فعالیت این پایگاه امسال تنها از نیمه ماه ایون آغاز شد. آن هم باشد تنها به سیاحان داخلی کشور. باری اویلی جدی حالت‌های سانیتاری و اپیدمیولوژی براه مانده شده است. آنها امید دارند که همه مشکلات پاندمی کووید 19 اکنون با قفا مانده باشد و در امکانیت ها و شرایط خوب اقتصادی برایشان دوباره باز می شود. سرعتی کووید 19 خیلی تاثیر خود رو به تمام سکتورها رسانیده است. البته سوهای سیاحی هم همه خیلی می باشد و همه مهمونانی که این سال به پایگاه ما تشریف می آورند مهمونای داخلی خودمون هستند و با رعایت قاعده‌های بی‌خطری و رعایت نمودن قاعده‌های سانیتاری در وقت پیشواز گرفتن مهمونان و جابجا گذاشتن آنها و تازه نمودن خانه‌هایی که در آنجا استقامت می‌کنند ما همش رو قاعده‌های بی‌خطری رو رعایت می‌کنیم. ما سال گذشته زیاده از 25-30 مملکت دنیا به اینجا تشریف آوردن سیاحان خارجی که از خدمات رسانه‌ها استفاده بردن و در اینجا بودگشت کردن. این سال باشد از حساب پاندمی کووید 19 آنها اومده نمیتوانند. برابری تحلیل یک پایگاه سیاحی خواستیم اندیشه نمایندگان تشکیلات های سیاحی در شهر خوجند را نیز پرسیده باشیم، اما در اکثریت تشکیلات ها بسته بود، حتی به زنگ های تلفنی ما جواب نشد. از این معلوم می شود که هنوز تشکیلات های سیاحی فعالیت خود را اوید به جلب سیاحان خارجی آغاز نکردند. پاندمی کووید 19 در نقشه و فعالیت تمام ساحه ها تأثیر گذار شد، اما روحیه همه مصاحبان ما خوشبین است و دور نیست آن روزی که باز زندگی به مجرای پیشینه خود برمیگردد. مفتون شکر و نعیم جان ایوبوف از پایگاه استراحتی و سیاحی ارتوچ شهر پنجکین.